با سرود احترام و هموطنان هم در جای ایران و دنیا، خدمت شما هستم که بحث نیروهایی که دارن به قول خودش بیماری مرموز دارن از بین میرن خیلی راحت فاش شد، باز شد. یکی از این بچه هایی که چند ساله با منه و هست، دامادشان که از بچه های سپاه رد بالا و به قول معروف پست مقامدار و درجه دار و از این حرف ها، به من زنگ زده گفت دامادمون فوت کرد، حتی شما به درک واسه شد. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، دیروز من زنگ زدن که میخواد حرارت به طلبه و گفته بیر بیمارستان. میگه رفتم به خاطر مادر دادن بیمارستان، اما تو هم رفتم ولی تو اتاقش ندن دور نگاهش کردم. گفت که ما ظلم کردن در حق نیروی خودمون، هنوز قبولی به مرد ظلم کرده، ظلم کردن در حق نیروی خودمون و خود من جز اون حرف دادم. ما داروهای زیادی رو بردیم از روسیه و این داروها رو توی نوشیدنیشون، چایشون، تو هرچی بودش میدادیم که اینا 16-17 ساعت 18 ساعت کار کنن و یه حال خوشی بهشون دست بده. و اینها اکثرا وقتی 17-18 ساعت کار کردن از حال رفتن و بیشترشون که تو کما هستن یا مردن. حدود 2000 نفر میگفت تلفات دادیم، تلفات مستقیم شد و غیر مستقیم بعدا مشخص میشه. خب ما گفتیم بهت، ما که نیست چه اتفاقی داری، گفتیم اولا که این خونها جواب دارد، دوما گفتیم بهتون که بیاین از این ارتش رو از این نظام تشویق بگیرید. دیگه خب کردین، دیدین به قول من سرود چیز قتل حافظی خدافزی هم خوندیم. بله خدمت شما هستم که پس این کار اتفاق افتاده من بیماری مرموز نیست، خستگی مفرد هست و اونم با داروهای انرژیزا و آخرش میشه همینی که شده دیگه، خلاصه گفتن نداره. دوستان سقوط دیگه تقریبا دست تموم شده است، دست شماست و دیگه حرکت آخر است، حرکت آخر است. ما توقع داشتیم که دیروز و امروز 40-45% مردم بیان بیرون، ولی اومدن دیگه مردم اینجا اختیار همیشه از خودشون آمدن بیرون و احتمالا امشب و فردا شب اتفاقاتی خواهد افتاد. شنیدم ارشد دست با افتاده حسابی داره نگاه جابجا میکنه فلان میکنه، شنیدم چند تا از سرانش رو خلاصه یا فرار کرده یا بازداشت کرده و ارتش هم ظرف یکی دو روز آینده خبری خواهد شد بدون برگرده تو دو سه روز آینده. اگر خبری نشود دیگه ناتو میاد اینجا و او دستش میگیره، ذره ما نمیذاره، او دوباره منافع خودش دوباره شهرها همشون قیام کردن. خودتون میدید کردستان قوقا کرده، انتقام خون کولبرا رو میبره. من اگر اینا رو بگیرن بچه سپاه رو هر کدومشون رو بگیرید، فقط اینا کاری بکنید تحت حفظ اینا یک سال کولبری کنن، ببرن بیارن او کوها رو، ببرن بیان، ببرن بیارن، ببرن بیارن. او چه کار که کرده؟ کشوری که جز صدات بنده کشوری دنیاست، 8 برابر کشوری ثروت داره، باید کولبری کنه جس قاچاق کوه از اون سختی ها، اون برف و برف و بارو خوش بیاره بشه با تیر بزنید پیش. شاهکار کردی بی ناموس رو زده. تو خامنه ای بیشتر اکنه عمله کار خودشونه، اصلا خامنه هم باز مقصره، اگه مقصره نیست عامله یه کارگزاره، ولی تا این حد بیشتر حروم زاده حروم لغمه. حالا جالبه که فرمانده این خبرگزاری اوبر مرز یک بیشرف بیناموس حرامزاده، یه خوک کثیف، یه کفتار پیر بدن مناشه امیره با این مصاحبه بکنی با اون نفیر بایکوت خبرش بود خاک آدم برسد بودن توف تو شرف نفسه پیر مرد پیر سگ حرامزاده که نقشی هم بازی میکنی مظلوم هم میگن آقای محمد تمام دستور اینه که کی با کی صحبت کنه بایکوت خبری بکنی بکنی. حالا بایکوت خبری که شد چه گای خورده آقای مناشه امیر، چه گای خورده سگ پدر پدر سگ. مردم ببین برو بمیر، چقدر میخوام آمودو چی هستی تو بیشتر اول بزاده خط میده به همه این خبر کنداری و نمیده همون آقای شارلاتان کسافه شهر رو شده همون حق توست بی ناموز رو شهر رو شده تا دست برده میده دو کامل که باز رو با کونی که نیافت دادی که وردیم خواهد مطلب خواهی میکنیم. اونها بوی کباب شنیدن نمیده خر داغ میکنن، خودتو هم داغ نباشن. خدمت خوب خبرها رو دارید قطعا، این صدای رئیسی رو گوش کنید دوستان خیلی مهمه. دارای یک گوش کنید قشنگ دقت کنید، ای بابام هی
هم کلون سر میاد. این منطقه دارای یک تمدن و مدنیتی است که اجازه حرف میزه باشید. بله بله آقای دوست، آقا دکتر نیم ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه دارم کلی پرمو، نیم ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه. دارای یک تمدن و مدنیتی است که من جلوه هم شد میگم به بلندهای تاریخ، جلوه های تمدنی فرهنگی در این منطقه از این پسر آخر بخور حروم زده، قصر تهران، قصر ایران، نظام و منطقه دارای تمدن هستیم، دارای فرهنگ هستیم. بگذاریم این فقط بخواستم نوع نحوی صحبت کردن یه آشغال کرده ببینید که چی هستی نیست. بله. خب راه شیراز که دیگه خیلی جالبه، اینقدر هولن و گیج هستن که مثلا یه رفته اونجا با دون باز بدون هیچ رفته تیراندازی میکنه، چند تیر بعد چشنگ تفش گیر میکنه، بعد خشاب عوض میکنه. یک دیدی خود یک روز قبل از این پوسترای اونجا چاپ کردم آماده کردم. این اوج فراکت شد بچه اطلاعات، شما هم که زاییدید، شما هم که ببخشید آشغال کلا آقا به حرکت میکنید، یک گوی بخورید، بعد وقتا شما هم روی میرید ته کارتون آسای راستاتون نخواهد موند. چرا کار انجام نمیدید؟ شما میتونید انجام بدید، شما میتونید همین الان که بسرات میکنم کیبی بشنیدید فاش کن پم باز رکسی خیلی خواهی رو باز کنید براحت بدید تا کی؟ بعد از اینکه همه آبازه افتاد و حکومت رفت اینا بعد آره من اینجور دارم دیگه حقا دیگه نیست، حتی شما هم نون حروم خوردید، نون حروم میبرد از شما برده اینا باز خفه کن بگیری شما ادعای اسلامیت میکنید، ادعای شیعه گری میکنید، ادعای طرفداری و رهبر حضرت علی میکنید، امام حسین میگه دروغ بگید، چند نوبت هم دروغ بگید، دروغ بگید، این خمینی دروغ میگید شما، اگر نه بدلا اقدام میکردید لاقا با 200 تا یورو کلید میومد بیرون از کار کسات کاری نه از نجم کاری خامنه‌ای این چهار تا آشغال ولش میکردن. اما تو ولکن ول نکنید فرق نمیکنه، چون دیگه نیروی ندارید شما، انرژی ندارید، یا باید نیروی خودتون زدید با مواد مخدر روان گردان فلان 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 دیر خودتون بید. ما وظیفه‌مون گفتن بود خواه پند گیدین خواه ملاقات، بله خب خبر زیاده براتون، اما میخوام این کلیپ کوتاه باشه، ببینید و به دیگر دوستانتونم بگید. هر لحظه سقوط از حکومت عملا سقوط کرده، ولی یک ماکتی ازشون هست و الاخر و خیلی از حکومت از مملکت فرار کردن. بچه گمرک خواهش بازتون، بچه فرودگاه خواهش بازتون، اینا دیگه پشم پیله نداره، دست نترفتید. مملکت ماست، کشور ماست، خاک ماست، ثروت ماست. یک مش دوز دارن اینا چیزی خوش ببرن، نگذارید دوباره نگذارید، هیچ گوهی نمیتونن بخورن، مخصوصا گمرک که خودشو ختم روزگارن و فرودگاه ها جلوی هر روزگاه رو بگیرید، خیانت بکنن، جنایت بکنن، تجاوز بکنن، دزدی بکنن، آدم فروشی بکنن، اعدام بکنن، بعد بخواهم راحت بپورن فرودگاه سرشون برن. این بیارزگی شماست، این کار انجام بدن، این بیارزگی شماست. تتمه افرادی هم که هر روز به قول ما شاید دو دل هستین دیگه بپیوندید، یا آخر کاری خودتون ضایع نکنید، این همه ثبت میشه، همش هست این رو بر خاطر تو جمع جمع باشه.
همزمان با گزارش از حمله نیروهای امنیتی امنیتی خاک آدم بر سر اون بی امنیت بی شرفا به تجمع پزشکان در برابر ساختمان نظام پزشکی تهران محمد رازی قائم‌مقام استعفا کرد و خبر دیگه. روسا هم که بازی رو باختن اونم باخته. رئیس سازمان پدافند غیر عامل، اهمال کاری دولت قبل، خمینی دجال دروغگو و کسافت، حرف مفتیم دولت قبل. همه تون سبته کرد باسید، همه تون تحت امر رهبری هستید، همه تون گماشته سرباز و سرباز مزدور خامنه ای بود. هر چیم هم میگه درست میگه بی همه تو بخواک سیر نشما رسونده چی سرمه پدافن قدام احمالکاری دولت قبل پنش قدام برای حضور اینستاگرام و واتساپ در کشور بود. الان که واتساپ و اینستاگرام چیزی نیست، خود مردم هم چرا نمیخواد گوش کشور برای چی گوش رو باز کنید؟ نکنید که با لگت دوزن میزنن لهتون میکنن، با سرتون فوتبال آزی میکنن. چهارم آبان آقای کیهان، آقای شهربازی بی خیال باش، قیافش رو این حالتون هم میخوره چندشون میشه. حکومت مذهبی قرنها دوام خواهد داشت. ارواح عمت تو همین روز خلاصه نفسه آخرت ساعت آخر روزه. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، معترضان خارج از کشور همانند معترضان داخلی خشن بودن. ای با چه بدا سرد بودن، چیکار که خیلی خشن بودن نه؟ آقای شهید مندلی حرف یادمون نمیره، از تو همه حرفا چرت و پرته. ایران اسلامی پوزیشن وامانده به پاکستانی دارد. پوزیشن پاکستانی نشون میده، میبینی پاکستانی چی؟ خجالت هم نمیکشن، شرم هم نمیکنن. آقا خری که تو سرمایه پایین میفته دیگه لگت نمیندازه، شو عادت کردی فکر حتی نگاه از بالا دارید کار کنید. داروی تولید داخل هم در ایران کمیاب شد که این بله. آقای دیپلمات روس هدف غربی ها نابود کردن برجام است. دوزه کسا باید میشرم از ایران پهباد نخریدیم، دروغ دیگه واضحی. خب خدمت شما هستم که اتفاقی گفتاد که میفته صدا سیما به زودی سقوط خواهد کرد، شک نکنید. قصه گوش به فرمان شاهزاده از اون باشید. این که من اون چیزی نه، همش بازیه، تتمه بازی اصلاح طلباست که میخوان یه کاری بکنن شاید بشه و نمیده. آخ خیلی 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 دیر اومدی، خیلی خیلی زود هم میخوایی بری، تو شکل حرفا نیست، مطلی خر هم مال بیشرف، تو این شکل حرفا نیستی، چوب تو اونجات میکنن، خودت خواستی. اگه جرأت داری تو دیگه بیا ایران، فقط بین حرف بزن. خانم مسئله از تشویق ایران قدم رو چش بفرم، این خواهش میکنم ببین چه کارت میکنن کسافت لجن و امثال هم دیگه هستن، امثال شرشالاتان و خیلی های دیگه، خیلی اپوزیسیون اون آب جوری دارن در بیاد. های دیگه مردم ایران، مردم ایران غیرت داره، غیرتشون رو بدن. میخوای بگم چی شد غیرت رو؟ هر لحظه که اتفاق افتاد گوش بفرم، کار خودتون بکنید، محلا رو کنترل بکنید، نذید دوزی چیز بشه، مواظب مراقبت کنید تا دست شازده بیاد ببینیم چه اتفاقی میفته. تحوال زیاد تو این هفته انجام خواهد شد، هفته میگم این هفته که مثل هفته داره میاد، ولی خب هر لحظه که سقوط هست در برنامه شازده ایزمان اومده برنامه کامل کرده به امید این چهار تا اپوزیشن آشغالی که این ما الی ما به دیدی زبون داشت تو ماتت میسا در نمیدی هیچ چیز خف 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 میدمتون کجای دیگه. آقا ما بدین دست مملکت رو برام کنیم، شما گه خوردیم با جدابتون کو دولت موقعتون کو الان فردا و کواسو چیکار میخوای بکنید؟ هیچی نداری. بازم برید کفش پای شاهزاده ببوسید، دماغ خط دماغ زمین بکشید، بگید آقا شاهزاده ما قال ما غلط کردیم، ما تعریف زدیم بریم چون کار خودت بکن.
بگینگی هم میکنه، برنامه‌ریزیش کامل هست و گوش فرمایش رو باشین. ایامتون بکام، روزگارتون خوش. خیلی عزیزی، خیلی خوش خوشحاله بذاری بینم. از ما هم سبقت گرفتید، یعنی ما هم نمیگرسی واقعا. بازی که از اخبار امروز تا شب خواهم داشت. عزیزی، خدا نگهدارتون.